حمله سگ‌ها با آدم‌ها که انتظارش نمی‌رفت. سلام، ویدیوی امروز ما درباره حمله سگ‌ها با آدم‌هاست. اول از همه باید خیالتان را راحت کنم و بگویم همه حملات سگ‌ها جدی نیستند. طبق آمار 81% از زخم‌های ناشی از گاز گرفتن سگ‌ها به درمان پزشکی نیاز ندارند. در بیشتر مواقع گاز سگ‌ها فقط یک زخم سطحی به جای می‌گذارد یا به کل محو می‌شود. همچنین اکثر زخم‌ها به قدر کوچک هستند که هیچ نیازی به مراقبت‌های پزشکی ندارند. علاوه بر این باید بدانید بین گاز گرفتن سگ و فشار دادن سطحی دندان‌هایش تفاوت‌هایی وجود دارد. بعضی سگ‌ها با یک فشار خفیف به شما بابت چیزی هشدار می‌دهند، ولی برخی دیگر گاز می‌گیرند تا به شما آسیب بزنند. انواع مختلفی از پرخاشگری در سگ‌ها وجود دارد که آنها را به حمله کردن به یک انسان یا حیوان دیگر تحریک می‌کند. شماره اول حمله محافظتی است. این حمله وقتی اتفاق می افتد که سگ های احساس کنند غریبه ها یا حیوانات دیگر به قلمروشان نزدیک شدند. شماره دوم حمله مالکیت است و برای شرایط است که سگ یک رفتار تهدیدآمیز مثل خیره شدن، نشان دادن دندانها، از نزدیک نگاه کردن، دندان قروچه کردن، صدای خرخر در آوردن یا گاز گرفتن را میبیند و حمله میکند. این نوع از حمله بیشتر مربوط به اسباب بازی ها و دیگر چیزهای شخصی سگ است. شماره سوم حمله حمایتی است. در این شرایط سگ از اعضای گلش در برابر یک انسان یا حیوان وحشی محافظت میکند. این ویژگی در سگهای مادر بسیار بارز است و ممکن است به هر کسی که نزدیک بچه هایشان شود حمله کنند. شماره چهارم حمله از روی درد و کچخلقی است. یعنی وقتی سگ به یک انسان یا حیوان دیگر از سر ناراحتی و درد حمله میکند. شماره پنجم حمله از روی حس درندگی است و معمولا وقتی رخ می دهد که سگ ها چیزی را شکار کنند یا دنبال گربه و حیوانات کوچکتر بروند. این نوع از حمله توسط هورمون ها کنترل نمی شود و مستقیما با ژنتیک در ارتباط است. اگر سگی را دیدید که در حال دنبال کردن دوچرخه ها و موتور هاست، حمله ای او در این دسته قرار می گیرد. شماره ششم پرخاشگری چند جهتی است. این برای وقتی است که سگ تحریک شده و قصد حمله به انسان یا حیوان دیگر را دارد. اگر شخص دیگری وارد میدان شود و دخالت کند، سگ به او حمله کرده و او را هدف پرخاشگری ها قرار می دهد. به خاطر همین وقتی مردم می خواهند دعوای بین چند سگ را تمام کنند، اغلب مورد حمله قرار می گیرند. شماره هفت حمله از سر ستیزه‌جویی و غلبه کردن است. این رفتار ترسناک است و کنترل آن برای صاحبان سگ‌ها چندان راحت نیست. طول سگ‌ها عموماً این نوع از حمله را موقع آزمایش محدودیت‌ها و سلطه‌جویی در خانواده یا غلبه به غذا و اسباب بازی از خود نشان می‌دهند. شماره هشت حمله به خاطر بیماری است. حمله به یک انسان یا حیوان دیگر می تواند با بیماری مصری یا غیر مصری همراه باشد. شماره 9 حمله بابت ترس است. این نوع از حمله با گازها و حملات متعدد همراه است، چون سگهای ترسو با گاز گرفتن علاقمند می شود و بعد فرار می کنند. البته در همه مواقع این حمله ها با تهدیدهای واضح شروع نمی شوند. یک سگ ترسو ممکن است دندانهایش را نشان ندهد و خرناس نکشد تا به قربانی هشدار بدهد. اگر یک سگ بدون قلاده و زنجیر به شما نزدیک شد، آرامش خودتان را حفظ کنید و با صدای محکم صحبت کنید. این برای غلبه نمایی نیست، بلکه برای به دست آوردن کنترل خودتان و اعضایی که در آن هستید است و اینکه هر دستوری به سگ می دهید واضح شنیده شود. استوار و محکم بیستید، سکوت کنید و فریاد نزنید. اگر می توانید بالای چیزی بروید و اگر غذا دارید به سگ هم غذا بدهید. غذا را قدر دورتر از خودتان پرت کنید. به گوشه‌ای بروید یا پشت به دیوار بیستید تا سگ امکان حمله از عقب را نداشته باشد. اگر سگ به شما حمله کرد،
دست‌ها و بازوهایتان را در کنار بدنتان نگه دارید تا از خود مواظبت کنید. اگر او دستانتان را گاز گرفت و کشید، به جای کشیدن دستتان بیشتر دست خود را داخل دهانش حرکت دهید. این کار باعث می‌شود کمترین آسیب را ببینید و تکه پاره نشوید. اگر سگ ریهایتان نمی‌کند، مواظب تکان دادن سر و بدنش باشید. و در این بخشی از ویدیو به مالکان سگ‌ها باید پرداخته شود. همانطوری که در ویدیوهای قبلی هم توصیه دادیم، داشتن سگ مسئولیت‌های سنگینی دارد و هر کسی که به سگ‌ها علاقه‌مند است باید با این مسئولیت‌ها آشنایی داشته باشد. همه ای مالکان در برابر رفتار سگشان مسئولند و اگر حیوان خانگیشان به کسی حمله کند یا او را گاز بگیرد باید جوابگو باشند. اما متاسفانه تعدادی از کسانی که حیوان خانگی نگه می‌دارند از مسئولیت‌های قانونی و رسمیشان با خبر نیستند و حتی بعضی‌ها علی‌رغم داشتن آگاهی از وظایفشان با آنها بی‌توجهی می‌کنند. دقیقاً مثل این فیلم، مهاجم کار اشتباهی کرد. اگر او یک مالکی با مسئولیت بود، سگ هم از او پیروی میکرد و با دعوا ادامه نمیداد. مهاجم باید از مرد بیچاره بابت رفتار سگش عذرخواهی کند، چون او فقط داشت از سگش محافظت میکرد. با این حال به جای معذرت خواهی به او حمله کرد. همانطوری که مشاهده میکنید، سگ کوچیک این مرد به سگ مهاجم حمله کرده و یک درگیری بزرگ را شروع میکند. این حادثه کم و بیش در ویدیوی دوم هم اتفاق میفتد. دختری در چین با سگ بولداگش در حال پیاده روی بود. ناگهان سه سگ کوچیک مکزیکی با آنها حمله کردند. دختر خانم تمام تلاشش را کرد تا سگش را عقب بکشد، ولی قبل از اینکه بتواند کاری بکند، صاحب سگهای مکزیکی از راه رسید و او را محکم هل داد. دختر روی زمین افتاد و افسار سگ از دستش خارج شد. اگر سگ بولداگش حوصله درگیری با سگهای کوچیک را داشت، این هل دادن بسیار گران تمام می‌شد و وضعیت را کاملا عوض می‌کرد. در هر دوی این ویدیوها مالکان به مسئولیت شروع کننده دعوا بودند. متاسفانه این افراد باعث بدنام شدن سگها می شوند. ممنون از اینکه ویدیوی ما را تماشا کردید. لطفاً لایک کنید، کامنت بگذارید و ما را به دوستانتان معرفی کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.